درود بر شما بینندگان و شنوندگان این برنامه زرتشت. آرتمیس اهورا هستم و این برنامه خالص از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و از اونجایی که این برنامه رو خیلی از شما دارید مدت‌های طولانی پیگیری می‌کنید، احتمالاً می‌دونید که قسمت‌هایی از این برنامه رو که جنبش رنسانس ایرانی تهیه می‌کنه مربوط به تمام اندیشه ایران شهری و ارزش‌های ایرانی بیشتر در دوران پیش از اسلام یا پیش از حمله اعراب و ما در واقع به قسمت‌های از فرهنگ ایران می‌پردازیم که هویت رو می‌سازه و ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای اجتماعی ما بوده. امروز درباره یک جسار بسیار بسیار مهم براتون می‌خوام صحبت بکنیم، درباره نمودهای دادگری و عدالت اجتماعی در ایران پیش از اسلام. و از اینجایی که مقوله دادگری یکی از مسائل و مقوله های بسیار بسیار مهم و پایه‌ای در فرهنگ و اندیشه ایرانی بوده، این جستار اهمیت پیدا میکنه که درباره‌اش گفتگو بشه. امروز مهمان برنامه خانم دکتر الیکا بقایی هستن. همیشه من با خانم دکتر بقایی جستارهای بسیار خوبی رو داشتم در موارد گوناگون و ازشون میخوام که امروز هم در این گفتگوی دو نفره با هم همراه باشیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی و به برنامه خوش آمدید. درود بر شما آرتمیس گرامی عزیز و درود به همه دوستان، ایران دوستان، میهن دوستان و ایرانیان عزیزی که امروز بیننده برنامه ما هستند. سپاسگزارم. در برنامه امروز از اونجا آغاز می‌کنیم که کلاً ببینیم واژه عدالت یا همون داد به فارسی داد از کجا آمده و چرا اینقدر اهمیت داشته در اندیشه ایرانی. واژه داد همونطوری که میدونیم از داتا میاد. داتا به معنی قانون بوده در ایران پیش از اسلام، در فارسی باستان و فارسی اوستایی. داتا یعنی اینکه قانونی که در کشور جاریه و از اینجایی که قانونی که در کشور جاری بوده همواره با عدالت چنان گره خورده و تنگاتنگ در کنار هم بوده که ایرانیان مفهوم قانون رو با داد یا دادگری که بعدها ما اینو به این معنی عدالت میشناسیم یکی میدونستن. یعنی قانون ایران مانند قانون یاتای چنگیزی نبوده که فقط سری قوانینی باشه که میتونسته بسیار هم ستمگرانه حتی بوده باشه. بنابراین قانون و عدالت به اندازه‌ای به هم نزدیک بوده که در ذهن ایرانیان نمیگنجیده که قانونی میتواند ناعادلانه و یا بدون عدالت گذاشته بشه و داد درش نباشه. بنابراین ما از اینجا متوجه میشیم که ایرانیان در پایه اندیشهشون قانون رو همواره عادلانه میدیدن و قانوناشون عادلانه بوده. اهمیت دادگری در ایران انقدر زیاد بوده که ایرانیان در طبق اسناد و مدارکی که ما داریم، نخستین شاهی که در ایران نامش در تاریخ مدون هست، یعنی دیاکون نخستین پادشاه ماد، اول اصلا قاضی یا داور بوده. یعنی شغل دیاکو به خاطر اینکه داور بوده و عدالت رو رعایت میکرده و انسان منصف و درستکاری بوده، از این روی انتخابش میکنن مردم به شاهی. بنابراین میبینیم اهمیت دادگستری و داد در ایران به اندازه بوده که نخستین شرط لازم و واجب انتخاب پادشاه دادگر بودن پادشاه بوده. از سوی دیگه ما در هر کجایی که در تاریخمون و در شاهنامه و در هر جای دیگه که میبینیم، جزء ویژگی های اصلی که برای شاه در نظر گرفته میشه دو ویژگی پایه است: نخست دادگری، دوم آوازسازی. یعنی شاه بایستی نخست دادگر بوده باشه و دوم اینکه تمام تلاشش و انرژیش و زندگیش و زمانش رو بگذاره برای آباد ساختن کشور، که آباد ساختن کشور فقط آبادسازی فیزیکی، ساختمان و جاده و بهداشت و راه و اینها نبوده، بلکه آبادسازی از نظر اخلاقی و فرهنگی
از نظر به اصطلاح با پایه جامعه و از نظر هر چیز غیر مادی هم در نظر گرفته میشه. مثلا پرورش فرزندان یک گامی است در جهت آبادسازی یک کشور، یا شرکت در نبرد یک ارزشی است که کمک میکنه یک کشور آباد بمونه. بنابراین خیلی چیزهای دیگه در مقوله آبادسازی قرار میگرفته، هر نوع سازندگی که یک کشور رو به جلو میبرده. بنابراین اینقدر ما در یک کشور زندگی میکردیم که دادگستری از اصول زندگی مردم بوده و در ذهن هیچ ایرانی نمی گنجیده که قانونی ناعادلانه باشه، پادشاهی ستمگر باشه، یا حاکمی یا استانداری یا سپاهی کار غیر دادگرانه و ناعادلانه بکنه. حالا من جستار رو ادامه میدم با خانم دکتر بقایی. میخوام ببینم که خانم دکتر بقایی، به نظر شما چه نمادهایی یا نمودهایی در زندگی اجتماعی ایرانیان میدیدید؟ در پیش از اسلام میبینیم و اسنادی هست و مدارکی هست که نشان میده که این کشور بر مبنای دادگری میچرخیده و مردم اونو باور ملیشون بوده. خب آرتمیس جان، من به عنوان پیش درآمد برای اینکه نمونه هایی رو برای شما و دوستان بگم، اولین نکته که باید همه از اون آگاه باشه اینه که برخلاف بسیاری از ادیان دیگه، ادیان باستانی میتونم بگم بیشترشون، و به ویژه ما در دین زرتشت و شاید نمودهایی هم در وداها داریم میبینیم که نمودهای انتزاعی جامعه همیشه نمودهای مادی یا جسمی یا در واقع مطابق با زندگی دنیوی مردمان رو هم شامل می شدن. یعنی ما وقتی که میان و در مورد داد صحبت می کنیم، ما این داد رو فقط به شکل یک عنصر انتزاعی در جامعه نداشتیم، بلکه برای اون نمودهایی رو هم در خود جامعه داشتیم. وقتی که ما اهورامزدا رو به عنوان خداوند خرد در رأس دین و باورهای در واقع درونی خودمون، باورهای دینیمون قرار میدادیم، در کنار اون میومدیم و اون سردار جامعه، کت خدا، شاه یا هر کسی رو که در واقع در رأس بوده رو همپایه اون میتونیم تطبیق بدیم که همون صفتهایی رو که اهورامزدا دارا بوده اون شخص هم باید سعی میکرد تا برخوردار باشه. حالا نمودهایی رو که من میخوام بگم، نمودهایی که نشون میده جامعه ایرانی چطور فکر میکرده، و این جالبه که در متون فارسی باستان هم میتونیم در کتیبه های هخامنشیان نمودهای از این دست رو پیدا بکنیم. برای نمونه وقتی که ما میخوان در متون پهلوی به جایی میرسیم که اهورامزدا قرار انتخاب بشه، در واقع به مقام خدایی برسه، با اینکه آفرینش رو انجام داده، با اینکه رسما خداوند هست، ولی به مقام خدایی نمیرسه و خدا خوانده نمیشه تا زمانی که انجمنی از امشاسپندان گرد هم میان و اون رو به خدایی و آفریننده بودن میشناسن. و در این زمانه که بنابر خود متون پهلوی ما اهورامزدا لقب خداوند رو میگیره، یعنی انجمنی از موجوداتی که خودشون میدونن که شاید آگاهی های چندانی ندارند، آگاهی هاشون به پای اهورامزدا نمیرسه، ولی این انجمن باید باشه تا در کنار اون اهورامزدا بتونه اون تایید رو، تایید مقام خدایی رو به اون بده. و نمودهای دیگه‌ای که برای اهورامزدا مثلا ما میتونیم نام ببریم این هستش که اون در به صورت یک عنصر خشمگین که فقط با قهر یا در واقع مکافات یا پاداش بخواد انسانها رو گول بزنه یا تهدید بکنه تا از اون پیروی بکنن نبوده، اون یک مشاور بوده و در تمام روایات ما میبینیم که اون به آفرینش خودش هم گوش میده، به ویژه به امشاسپندانش، نمادهای
خود امشاسپندان هم نمودهای انتزاعی هستن که در این حال نمودهای دنیوی دارن، مثل آذر که نمود دنیوی اون میشه آتش. یعنی ما حتی عدالت رو در مورد حیوانات، در مورد آخشیج ها و در مورد عناصر هم رعایت میکردیم. وقتی که اهورامزدا پیشنهاد خدایی رو در اوستا میاد و به جمشید میده، جمشید خیلی راحت بوده که اون پیشنهاد رو رد بکنه و بیاد و به اون پیشنهاد بده به خداوند که من میخوام به عنوان در واقع به جای پیامبر میخوام یک شاه باشم در روی زمین، و خداوند هم اون رو خردمندانه میدونه و این اون به جمشید اون لقب رو میده. و خیلی اوقات حتی زمانی که اندیشه رو داره که به نظر چندان سزاوار یک نفر نیست، یا مثلا خشمی رو گرفته که نباید تا این درجه از خشم رو شامل حال یک مثلا آفرینش خودش بکنه، باز هم گوش شنوایی داشته. یعنی مثلا ما در داستان گرشاسب میبینیم که زمانی که اون به خاطر آزار آتش روانش در جهنم یا در واقع در تهدید میشه، یا یعنی که نمیتونه به بهشت وارد بشه، به جهنم باید بره، ما میبینیم به دوزخ در واقع در دوزخ به سر میبره، ما میبینیم که اون به روانش اجازه صحبت و گفتگو داده میشه تا نظرش رو بده و اون میاد و خوبی ها و قهرمانی های خودش رو برمیشماره و در نتیجه خداوند از رأی خودش برمیگرده و اون رو سزاوار بهشت میدونه. ما چنین اندیشه‌ای رو در اصول هامون و در طرز فکر خودمون و در سیاست جامعه خودمون داشتیم. یعنی ما هیچگاه از خداوندمون، از کسی که در رأس بوده، نمی‌ترسیدیم و اون رو نماد خرد و عدالت می‌دونستیم، گوش شنوایی می‌دونستیم که هیچگاه از مسیر راستی خارج نمیشه. و برای همینه که ما می‌بینیم که در کنار بهمن که نماد خرد هستش، در واقع اردیبهشت یا عشا هم قرار میگیره که نماد راستی هستش. ما متونی رو داریم که در اونها گفته میشه که حتی نه تنها در دوره در واقع اسطوره ایمون، یا در دوره ای که تاریخ ما خیلی روشن نیست یا متونه کرده به جا مونده، بلکه حتی در زمانی که متونه زیادی داریم این نمودها وجود داره. متونه پهلوی ما پر از نمودهای عدالت ورزی و اندیشه های ایرانی ها بودن و ما حتی میبینیم که مناظره های دینی انجام میشده. یعنی شما میتونستین به راحتی دین رو، دینی رو که حاکم هستش، حتی زیر سوال ببرین و نظرتون رو بگین و با اون مخالفت بکنین و اون حاکم یا اون فردی که مخالف هستش باید میشنید. اینها نمودهایی بودن که ما میتونیم نام ببریم در اندیشه انسان ها وجود داشتن. حالا شاید خودتون متون یا روایات بیشتری رو هم از این دست بتونیم بازگو کنین آن انسان. بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردیم. ما از انوشیروان مطلبی که داریم اینه که انوشیروان اعتقاد داشته کشور رو سپاهیان نگه می‌دارن و سپاهیان رو بنیه مالی کشور نگه می‌داره و بنیه مالی کشور رو کشاورزان و پیشه‌وران نگه می‌دارن. یعنی تولید و تولید ثروت و کار از سوی اونها ایجاد می‌کنه این رو که بتونه سپاهیان کشور رو نگهداری کنه. این در کشوری که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه اصلا امکان پذیر نیست. برای اینکه کشاورز یا پیشه‌وری که در جامعه ناعادلانه و بی‌عدالتی زندگی به اصطلاح بکنه، دادگری نباشه، بیداد در جامعه باشه، اصلا رشد و نمو و فرصت تولید پیدا نمی‌کنن. یکی از مهمترین مسائلی که ما در ایران پیش از اسلام، به خصوص در ایران ساسانی که ازش اسناد و مدارک بسیار بیشتر و دقیقی باقی مونده میبینیم، اینه که طبقات اجتماعی در ایران نمود واقعی عدالت اجتماعی بوده. چرا؟ برای که طبقات اجتماعی ایران افقی بودن، عمودی نبودن،
یه عده دست نیافتنی نبودن، یه عده اون پایین توی خاک و خل برولن، افراد در کنار هم در طبقه های مختلف اجتماعی زندگی میکردن. اگه کسی در طبقه سپاهیان بوده، در درازای تاریخ از نیاکانش همه در سپاهیان خدمت کرده بودن و افراد متخصص جنگ و نبرد بودن. اگر کسی در دیوان سالاری خانواده و گروه دیوان سالارانه زندگی میکرده، اینا افرادی بودن که کار اداری میکردن، حسابداری میکردن و نسل اندر نسلشون دولت ها رو گردونده بودن، کارا و امور مملکت رو سرسامون داده بودن. بنابراین متخصص این امر بودن. اینجوری نبوده که مثلا یه نفر پیشه‌ور فردا هوس بکنه، حالا من میخوام فردا برم جزء دیوان سالاران، فردا حساب کتاب بدین دست منی که یه عمر خودم و جد و آبادم کفش دوزی. ولی اگر کفش دوز در طبقه خودش میمون و کفاشیشو میکرد، بهترین کفشای جهان رو تولید میکردن که ایرانی ها میکردن و اسنادش هست و مدارکش هست. شما در تمام جهان طرحهای چرم کفشا و پوتینا و چکمه های ایرانی برای زنان و مردان، حتی در روم و یونان اینها رو میمدن از ایران میخریدن و میبردن. یعنی در هزارها در چین کفشا ایرانی یافت شده. یعنی نشون میده که چه کوالیتی، چه کیفیتی از تولید درجه یک کفش و پوتین و چکمه و به اصطلاح پایافزارهای گوناگون رو ما داشت. بنابراین این نشون میده عدالت اجتماعی وجود داشته و این دلیل نبوده اگه کسی پیشه‌ور ثروتش از یه سپاهی کمتر بوده یا گداتر بوده، فقیرتر بوده، یه کسی که دیوان سالار بوده میتونسته مثلا فخ بفروشه، که اصلا چنین چیزی نبوده. برخی اوقات یک پیشه‌ور درآمدش و خزینه به اصطلاح بانکش به اصطلاح پرتر از خزانه مملکت بوده. و چرا اینطور بوده؟ برای اینکه ما میبینیم طبق اسناد که انوشیروان در زمان جنگ خزانه خالی بوده و نیاز به پول داشته. یک پیشه‌ور، یک کفاش میاد به شاه مملکت پیشنهاد میکنه که من هزینه سپاه رو میدم برای این جنگ، فقط یک شرط دارم که پسرم رو بیارین جز طبقه دیوان سالار و بیاد توی دسته حکومت، در واقع دولت. انوشیروان اینو نمیپذیره. شما فکر کنید اگر در کشوری عدالت اجتماعی نبود، اولا نمیتونست پیشه‌ور از شاه پولدارتر باشه، دوم اینکه اجازه نداشت تو شرایط جنگی، همین امروزش در هیچ کشوری در جهان، شما در شرایط استثنایی جنگی که شرایطیه که غیر از حالت عادی کشوره، شما اجازه ندارید برای هیچ دولتی تعیین تکلیف بکنید. دولت در هر کشوری، در همین آمریکا، در زمان جنگ حق داره از تمام امکانات اون جامعه استفاده بکنه و همه باید همه امکانات رو در خدمتشون بذارن. کما اینکه می‌بینید در کشوری مثل آمریکا که سربازی اجباری نیست، در جنگ اگر قرار بگیره مثل جنگ جهانی دوم، بچه‌های مردم بندن به زور برن سربازی و برن تو جنگ. اینجوری نیستش که کشور در شرایط جنگی شرایط نرمالی داشته باشه. ولی اینقدر عدالت اجتماعی در ایران پیش از اسلام وجود داشته که انوشیروان کسی که حاضر نیست پولشو بده به غیر از اینکه شرط تعیین بکنه، نمیگیرن طرفو بندازن زندان، نمیان بگن حالا خودت رو میذین زندان، پولت هم مصادره میکنین، پسرت هم میندازیم با لگد از شهر بیرون، اصلا میندازیم اونم تو زندان. این کارو نمیکنن، فقط شرط نمیپذیره. میگه برای اینکه این کشور برای این اساس بنا شده که هر کس در طبقه اجتماعی خودش بمونه، در اون طبقه خوشبخت زندگی میکردن مردم، در اون طبقه تولید ثروت میکردن، در برابر قانون یکی بودن تمام مردم جامعه، چه فقیر چه غنی، چه از سپاهی بوده باشه کسی خلافی میکرده مجازات میشده، چه از پیشه‌ور، چه از دیوان سالار، چه از موبدان، از هر قشر اجتماع در برابر قانون ایران یکسان بودن. یکی از نکات بسیار مهم دیگه که وجود داره اینه که عدالت یا همون واژه داد در ایران باستان دو تا معنی مختلف داشته. یک معنیش به معنی عدالت یا جاستیسه که مثلا شما اگه جرمی میکنید میبرن تو زندان یا حالا براتون هر حکمی میبرن، اون اسمش جاستیسه یا مسائل حقوقیشه. مفهوم دیگه داد یعنی که هر چیز در جای خودش قرار گرفته باشه. این خیلی مفهوم مهمی است. برای چی؟ برای اینکه هر چیزی سر جای خودش گذاشته بشه، در کشور شایسته سالاری پیش میاد و شایسته سالاری عین عدالت در یک جامعه. اگر من متخصص هوافضا نباشم و من فردا بذارم تو امور هوافضا با مثلا دیپلم مثلا هنر، من چگونه آدمی هستم؟ چه کفایتی برای اون مدیریت یا اون کاری که به من سپرده دارن؟ این نهایت بیداده در یک جامعه و جامعه‌ای که بیداد توش باشه شیرازش اصلا میپاشه، برای که مردم هیچ
چیزی در اون جامعه نمیبینن که تلاش بکنن، سازندگی بکنن، هیچ امیدی نمیبینن، روزنه ای نمیبینن، برای که بیداد در اون جامعه است. برای که من ممکنه تحصیل کرده ترین آدم در یک جامعه باشم ولی برم بشم راننده تاکسی. یعنی این نهایت بیداد در یک جامعه رو نشون میده. حالا خانم دکتر بقایی، اگر چیزی میخواین شما اینجا به این بحث اضافه کنیم بکنید، تا من چند نمونه بارز عدالت اجتماعی دیگر هم اشاره بکنم در ایران پیش از اسلام. واقعا زمانی که شما داشتین آرتمیس‌جان در مورد طبقات اجتماعی حرف میزدین، یکی از روایات مهم به ذهن من رسیدش، وقتی که و اون روایت شکایت آتش هستش. زمانی که آتش رو به عنوان یک عنصر مادی اورامزدا خاص در روی زمین بیافرینه، آتش موافق نبود، در واقع ناراضی بود و ایزد آذر هم از اون حمایت میکرد و میگفت که آتش رو به شکل نادرست استفاده میکنن، با اون ابزارالات میسازن، با دهن در اون فوت میکنن یا و همینطور تمام مواردی رو که در واقع در ایران برای آتش جایز نبود رو برمی‌شماره که مردمان این کارها رو با آتش انجام میدن، از اون برای ابزار جنگی یا خیلی چیزهای دیگه استفاده میکنن و اون رو آلوده میکنن، به اون بی احترامی میکنن، که نماد یک جور بی‌عدالتی و یا آشوب و بی‌سامانی در جامعه هستش این قسمت شکایتش. و زمانی که اهورامزدا میخواد تا اون رو راضی بکنه به اینکه ودل ایزد آذر رو هم در کنار اون به دست بیاره، کاری که میکنه این هستش که به اون طبقات مختلف آتش رو برمیشماره. یعنی به اون میگه که تو رو به عنوان یک نگهبان در سردر بهش میذارم و سه طبقه رو به وجود میاره با سه آتشکده که ما میدونیم که به هر طبقه اجتماعی تعلق داره و بعد ایزد آذر و آتش برای رفتن به جهان در واقع راضی میشن و همداستان میشن و این طبقات اجتماعی در واقع نوعی نظم، ترتیب و عدالت اجتماعی رو در مقابل اون مرحله شکایت آتش نشون میده. یعنی برخلاف اون چیزی که ما امروز میبینیم در جامعه تبلیغ میشه، نه این شغل پسته، اون شغل بالاست. همونطور که شما گفتید اصلا به این معنی که یکی بالاتر یا یکی پست‌تر بوده نیست، در واقع این طبقات کاملا شکل افقی داشتن و فقط تاکید بر این بوده که هر کدوم در جایگاه خودشون قرار بگیرن و مثل که گفتید این دقیقا نماد عدالت در جامعه و داد در جامعه هست. چنان که ما میبینیم وقتی که ما کتاب مینوی خرد رو که در واقع میشه اون رو با مثال افلاطونی هم مقایسه کردش، که مینوی خرد در واقع سمبول تمامیت خرد و یک خرد کامل در جهانه که پاسخگو هستش به کسی که داره از اون سوال میکنه و سوالهای اون رو به شکل خردورزانه پاسخ میده و وقتی که از اون در جایی میپرسن که وظیفه هر کس چیز که مثلا میان میپرسن که وظیفه مثلا روحانی چیز، وظیفه کشاورز چیز، وظیفه سالار چیز، وظیفه دوست چیز، وظیفه خویشاوند چیز، اون به روشنی جواب میده و میاد میگه که مثلا وظیفه یک روحانی دین رو خوب نگه داشتنه، وظیفه کشاورز آباد کردنه، وظیفه یک سالار یا سردار کشور رو ایمن نگه داشتنه و به همین ترتیب پیش میره. یعنی هر کس رو در جای خودش نشوندن و نظم و داد جهانی رو به وجود آوردن و خب ما در شاهنامه میبینیم که گفته شده که خب روحانیان رو به جای خودشون بعد بزن گروهی که کاتوزیان دانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد گروه. یعنی هر کسی رو همون بهره کاری ساختند که دقیقا میاد و اون داد رو در جهان پراکنده میکنه و ما نیاز نداریم که
در فرهنگ ما مقایسه بشه با اون چیزی که در جهان تبلیغ میشه. در فرهنگ ایرانی که کاملا کامل و شکل یافته بوده، ما هر طبقه رو در جای خودش قرار میدادیم و نیاز نبوده که به این نگاه بکنیم که خب این شغل پستره، پس بیایم یه جور دیگه واژه رو بسازیم، یه جور دیگه بیان بکنیم چون این شغل پسته یا اون شغل بالاتر. بیشک اون شغل در جایگاه خودش هم اهمیت خودش رو پیدا میکنه و هم اون عدل و داد در مورد اون اجرا خواهد شد. این دقیقا درسته. یک نکته ای رو تو گفتی در آغاز صحبتات که اندیشه ایرانی از همون بنیاد آغازین انتخاب اهورامزدا کاملا با عدالت همراهه. مفهوم داد از اونجا آغاز میشه. ما در جهان دینهایی داشتیم که یعنی انسان مراحلی رو گذروند در تاریخ بشر که از چند خدایی یا خدایان آسمان و آب و هوا آغاز کرد، بعد اومد به خدایان انسانی رسید که چندین نفر رو خداگونه میدونستن، مثلا فراعنه مصر یا افرادی که مثلا در بین زرتشت‌ها این گونه بیشتر بود، در آسیا، در چین مثلا شاه خدا بود و حرفش حرف بود و هیچ کس هم حق نداشت رو حرفش حرفی بزنه و همه چی هم اداره میکرد، معبد رو اداره میکرد، ارتش رو اداره میکرد، دین مردم رو اداره میکرد، نمیدونم اقتصاد تو دستش بود، همه چی. ایرانیان اومدن و از همون آغاز تقسیم قدرت رو قبول داشتن. یعنی چی؟ یعنی اهورامزدا قدرتش تقسیم میشد با امشاسپندان و این عین عدالت اجتماعی است در حتی باور نخستین به پروردگار یا آفریننده جهان. آفریننده جهان یک کتاز نبود که شمشیرش رو دستش بگیره یا تازیانش رو دستش بگیره، مثل اون باوری که مثلا مسیحیان دارن، مردم گوسفندن، شبان میخوان، خدام که اون بالا لرده، لرد اون بالا نشسته، بقیه هم که گوسفندن، یک واسطه هم بین این دوتا، یه شبانی هست که اون شبان هم باید عیسی باشه. ببینید نگاه چقدر تحقیرآمیزه به انسانها در یک همچین دینی، در حالی که در اندیشه ایرانی اهورامزدا یک دانای بزرگه و این دانای بزرگ که تازه دانا، بزرگترین دانا میتونه باشه، باز یک افرادی، یک نیروهایی به اصطلاح که همون به اصطلاح امشاسپندان هستن در کنارش هستن که اینا هر کدوم یک وظایفی دارن، یک قدرتی در یک قسمتی دارن. این نشون میده که تقسیم قدرت، اندیشه کار گروهی، اندیشه با دیگران با به صورت عدالت و با دادگری رفتار کردن از همون نخستین گام جهانبینی ایرانی فرق میکنه با تمام جهانبینی های جهان و اصلا یک سر و گردن از همش بالاتر بوده. این از مغز انسانهایی در میمده که نخست انسانهایی با مغز بسیار سالم بودن، بسیار آدمهای روشنندیشی بودن و دومی که انسانهای بسیار باهوشی بودن ایرانیان که تونستن در زمانی که در تمام جهان برده‌داری بود و همه از خورشید و ماه و آسمان و سنگ و کلوخ میترسیدن و به جلوش به زمین میافتادن، ما خدامونم تقسیم قدرت کرده بود آردی قبل از که همه این چیزا اتفاق بیفته، پیشا پیش ما خدامونم قدرتش رو تقسیم کرده بود و داشت گروهی یک جهانی رو، یک هستی رو اداره میکرد و بعدم که انسان بهش اضافه شد، انسانم کرد همکار و همپا و همراه خودش. یعنی نگفت من حالا اون بالا، شما همه تو موجوداتی هستین که من فقط نشستم این بالا نگاه میکنم که چیکار میکنه، یکی بزنم تو سر این، یکی بزنم تو سر اون، فردا همتونم ببرم جهنم بسوزونم. دیوانه بازیایی که در ادیان دیگه تلقین میشه مرتب به مردم و مردم دائم تو ترس و وحشت نگه میداشتن، اصلا در باور ایرانی افکار احمقانه وجود نداشته. ایرانیان نه از کسی میترسیدن، از شاهش بگیر تا آدم همسایه بغلی تا آدم از خودت پایین‌تر کارگر خونه. ایرانیان هرگز از کسی میترسیدن، نه هیچ وقت به کسی ستم میکردن و نه هیچ وقت ستم میپذیرفتن. آزادگی از ویژگی‌های ایرانیان بوده و چون این ملت آزاده بوده، اندیشش به این اندازه تونسته رشد بکنه که یک همچین جهان عدالت محور یا دادگستری رو در جهان چند هزاره پیش برای خودش ایجاد بکنه. کاری که همین امروز تو خود این آمریکا نتونستن. این آمریکایی که همه مردم دنیا چشمشون به سوشه فکر میکنن مدینه فاضل است، نه چنین چیزی نیست. حتی در این جامعه اصلا شما به قول شما الیکا جون
مثلا یه واژه‌ای مثل فمینیزم یا جنبش فمینیستی چرا باید ایجاد شه در جامعه‌ای که مرد و زن برابرن؟ پس معلومه در این جامعه مرد و زن برابر نبودن و نیستن که همچین جنبشی هست، در حالی که ما خود زرتشت بزرگمون برمیگرده میگه که همه انسان‌ها در هیچ جای گاتها اسم نبرده از مردانی که مؤمنید، زنانی که این گونه هستید، مردانی که اصلا هرگز جنسیتی تعیین نمیشه در تمام سروده های گاتا و همیشه از انسان ها به عنوان انسان ها نام برده شده و برتری انسان ها به میزان دانش و خرد و راستی و درستیشون طبقه بندی میشه، نه به خاطر اینکه اینا مردن یا زنن یا پولدارن یا فقیرن یا از این ور جهان هستن یا از اون ور جهان هستن یا در کجای کشور زندگی میکنن یا چه شغلی دارن. این نهایت داد. خب همونجوری که میگفتم اینقدر واژه دادگری و عدالت اجتماعی در ایران اهمیت داشته که در کتاب ماتیکان هزار دادستان که کتاب در واقع قانون دوران ساسانی است، قوانین بسیار بسیار جالبی میبینیم که نشون میده در ایران چه اندازه عدالت اجتماعی بوده. مثلا قوانینی که درباره ارث هست، قوانینی که در مورد فرزندان هست، قوانینی که در مورد خرید و فروش هست، حقوق حیوانات هست، حقوق گیاهان هست، زشتکاری هایی که در یک جامعه انجام میشه، برابری که حقوق زن و مرد داشتن در این کتاب کاملا میبینیم. مثلا یکی از نمونه‌هاش اینه که زنان و مردان هر دو مقوله مهریه در ازدواجشون به کار میرفته و هر کس میخواسته پیمان ازدواج رو بشکنه باید به اون یه نفر دیگه پولی رو به عنوان خسارت پرداخت میکرده که همون عنوان مهریه رو داشته. در واقع مهریه چیزی نبوده که باهاش زن رو بخرن و بفروشن یا مجبور بکنن کسی رو که اینو پرداخت بکنه یا نکنه در شرایط عادی. خسارتی بوده که در صورت شکستن پیمان زناشویی هر کسی که شکننده بوده باید به نفر دیگه خسارت رو پرداخت میکرده و همین گونه تمام قوانین ارث و قوانین دیگه‌ای که در جامعه برای هر گونه تبهکاری یا تبهکاری که ممکنه کسی انجام بده وجود داشته. بنابراین میبینی که یک کشوری که در 1500 بیشتر شاید نزدیک 2000 سال پیش کتاب قوانین داره، کتاب کشوری است که مفهوم داد در اون باید ریشه چند هزار ساله داشته باشه که کتاب قانون به اون کاملی در کشور وجود داشته باشه و اعمال میشده. از نمادهای دیگری که درباره عدالت اجتماعی در ایران میبینیم از 2500 سال پیش، الواح گلی یا لوحه های گلی است که از تخت جمشید به دست اومد و دانشگاه شیکاگو اونها رو در پیش از انقلاب برد برای ترجمه و خوندن اونها و از این لوحه ها نکات بسیار جالبی در مورد تمام امور اجتماعی و اقتصادی دوران هخامنشی به دست اومد. یکی از اونها این بود که برابری کامل بین مشاغل زنها و مردها در جامعه وجود داشته. این نکته خیلی مهمه. در غرب، در روم و یونان اصلا زنها و بردها و مجانین در یک کاتگوری قرار می گرفتن. حقوق برابر که نداشتن که نداشتن، حقوق انسانی اولیه هم حتی نداشتن. و شما تصور بکنید در ایران دوران هخامنشی زنان هر شغلی رو که دوست داشتن، حتی سپاهیگری رو میتونستن انتخاب بکنن. زنها در هر کاری که استاد بودن به مقام مدیریت یا به اصطلاح ریاست میرسیدن. از این روی هست که میبینیم از همین لوحه ها میبینیم در دربار هخامنشی کل پارچه ها، جامه ها و امور درباری از ساختشون، دوختشون، آماده کردنشون و نگهداریشون به عهده زن ها بوده. این خیلی نکته جالبیه. صنایع نساجی ایران بر دست زن ها میچرخیده. بخش بزرگی از کشاورزی ایران در دست زن ها بوده، اداره میشده. بخش بسیار بزرگی از فرش بافی و هنرهای دستی دیگه ایران رو زنها اداره می کردن. و این نکته جالبه که در لوحه های تخت جمشید به دست آمده که زنها حتی در ساخت و ساز تخت جمشید جز گروه های مدیریت هم بودن. یعنی یک زن کارفرما می تونسته 10 تا 20 تا 45 تا کارگر زیر دستش کار کنن و تمام این کندکاری های روی دیوارهای
تخت جمشید بیشترش رو زنها میگن، حتی کندکاری ها رو ما افرادی داشتیم مجسم سازان زن اینها رو انجام دادن. برای همینم هم شما اینقدر جزئیات رو در این طرح ها میتونید ببینید، تا بند کفش ها، تا طرح لباس ها، تا حاشیه دوزی لباس ها رو شما با جزئیات بسیار روی سنگ ها کندکاری شده میبینید که دقیقا از دید و ظرافت کار زنانه در میاد. یکی از نکات جالب دیگه که عدالت اجتماعی رو نشون میده که این تا همین قرن بیستم در غرب اصلا وجود خارجی نداشت، 40-50 ساله در غرب آمده، مرخصی زایمانه. در هیچ جای جهان، در هیچ جای جهان تا قرن بیستم شما مرخصی زایمان رو مکتوب جایی نمیبینید وجود داشته باشه و اصلا وجود نداشت. اصلا کسی معمولا زنها کار نمیکردن، و زنایی هم که کار میکردن در رده های کارگری و بدبختی بودن و اصلا چیزی تحت عنوان مرخصی زایمان که چی، زن با شکم 9 ماه هم سر مثلا کارخونه های سیلک چین یا در غرب بر به اصطلاح نساجی ها داشتن کار میکردن و همشون سل میگرفتن، از سن 8-9 سالگی به بردگی در واقع گمارده میشدن در کارخونه های نساجی جهان. ولی در ایران اینقدر این مسئله دادگستری و پیشرفته بودن جامعه و پیشرفته بودن اندیشه و قوانین اون جامعه بالا بوده، نشون داده میشه که زنان مرخصی زایمان داده میشده بهشون، از 2 یا 3 ماه قبل از زایمان نمیتونستن از این مرخصی استفاده بکنن تا 2 تا 3 ماه بعد از زایمانشون. و جالبه که زنان ایران در دوران هخامنشی هنگامی که بچه دار میشدن از دولت حقوقی دریافت میکردن، به ازای دختر یک اندازه، به ازای پسر یک اندازه، بستگی داشته که نگهداری کدومشون براش دشوارتر بوده و سختتر بوده، بهش پولی داده میشد از طرف دولت. از طرف دیگه باز در همین کتاب دادستان نظاماتیکان دوران ساسانی شما میبینید که سوشال ورفر یا به اصطلاح تامین اجتماعی در ایران وجود داشته. به چه گونه؟ اگر زنی بیوه میشده و همسرش رو از دست میداده و نگهداری نداشته، مثلا پدرش مرده بوده یا پدر شوهرش مرده بوده یا در توانایی مالی نگهداری خودش و بچه‌هاش نبودن، دولت به زنان بیوه و فرزندانشون پول پرداخت میکرد، هزینه زندگی پرداخت میکرد. شما در کجای جهان همچین چیزی دیدین؟ غیر از قرن 20 تازه در غرب، اینا رو چندین سال پیش که شروع کردن به حرکات حقوق بشرانه و به اصطلاح گذاردن یک سری حقوق اجتماعی اینها رو ایجاد کردن، شما در هیچ جای جهان متمدن آن روز، حتی در جهان غیر متمدن که هرگز نمیدیدید، در جهان متمدن نمیدیدید که زن حقوق انسانی حتی داشته باشه درست حسابی. و در ایران میبینید که نه تنها زن و مرد برابرن، بلکه به زنان حتی در یک موقعیت های ویژه پرداخت های بیشتر و فرصت ها و به اصطلاح امکاناتی داده میشده که زنان رو بتونن بیشتر حفاظت کنن، نگهداری کنن، در شرایط بحرانی زندگیشون بتونن ناآسان‌تر از اون مراحل عبور بکنن. اینها خیلی نکات مهمیه. من یه نکته دیگر هم اینجا اشاره بکنم چون بی نهایت مهمه. ما در خود باور زرتشتی نگاه زرتشت به آزادی گزینشی که از بزرگترین دادگری های تمام جهانی، یعنی اینکه شما در یک جامعه 3800 سال پیش آزادی گزینش داشته باشید، در هیچ جای جهان شما هم چیزی رو نمیدیدید و زن میتونست همسرش رو انتخاب کنه، انسان ها میتونست محل زندگیشون انتخاب کنن، شغلشون انتخاب کنن، کاری که میخوان بکنن، درآمدشون رو انتخاب کنن، باورشون رو انتخاب بکنن، میتونستن نظراتشون رو بیان بگن و اظهار نظر بکنن مردم یک کشور. اینا خیلی مسائل مهمی. این آزادی های گزینشی که در اصول اندیشه زرتشتی هست و راه زندگیتون شما خودتون میتونید انتخاب کنید، نه مثل کتاب های دیگه که میگن آسمانی و خدا فرستاد و اینو بکن و اونو نکن و این کار انجام بده اون کار انجام نده، برای نفس کشیدن شما فرمول و قانون میذارن. ایرانیان از 3800 سال پیش و حتما پیش از اون هم بوده، چون زرتشت در چنین جامعه بالیده بوده، اومده بوده بالا، منتها همه اندیشه ایرانی رو میاد کلاسیفاید میکنه و دستبندی میکنه و به صورت منسجمتری به مردم نشون میده. ولی ببینید چه اندازه ما ملت پیشرفته بودیم که آزادی گزینش رو داشتیم و همین امروز ما در ایران این کار رو نمیتونیم بکنیم. و در این 1400 سال پس از
یورش تازیان ما آزادی هیچی نداشتیم، آزادی گزینش که نداشتیم، آزادی حرف زدن نداشتیم، آزادی ابراز هویت ملیمون رو نداشتیم، آزادی احترام به همدیگر رو گذاشتن نداشتیم، آزادی انتخاب شغل نداشتیم، آزادی انتخاب محل زندگی نداشتیم، ما موالی اعراب شدیم، ما تو سر خور اونها شدیم، ما با اونا گفتیم سید یا آقا، اونا به ما گفتن آدم‌های لال و بی زبان و عقب مونده و تو سرمون زدن و کشتنمون و به بردگی بردنمون و به کنیزی بردنمون و فرزندانمون رو بردن فروختن و انواع بیدادهایی که 1400 ساله برای مردم رفته و هنوز داره میره. اریکا جان، آیا شما ادامه دارید برای این جستار؟ خواهش میکنم بفرمایید در این دقایق پایانی. خب به صورت خیلی خلاصه بخوام یه نکته رو اضافه کنم در واقع در گفتگوهای شما که خیلی هم خوب بود و ارزنده بود، این هستش که ما وقتی که بحث از داد میکردیم عموما به معنای خوب گفتن یکی یا بد گفتن یکی نبوده، یعنی ما کاملا آگاه بودیم که یک شخص، یک فرد یا یک اندیشه حتی نمیتونه کاملا خوب یا کاملا بد باشه. در واقع در یک مقطعی یک اندیشه میتونسته خوب باشه یا مسیر درستی رو در واقع طی بکنه و اون اندیشه درست بوده. همچنان که ما میبینیم که ما ایزدانی رو داریم که نقش واسطه دارن، یعنی ما برای نمونه وقتی که ایزد زوروان رو میبینیم که اون رو در واقع آفریننده اهورامزدا و اهریمن میدونن، این زوروان نقش بی‌طرف داره و از یک بطن خودش میان و دو عنصر رو پدید میاره. وقتی که ما واژه مینو رو به کار میبریم برای اندیشه که بر انسان پدیدار میشه، این مینو در واقع دو جلوه داشته. اندیشه انسان میتونه به این راه یا به اون راه بره. وقتی ما به شاهنامه میرسیم و میبینیم که حتی قهرمان اصلی شاهنامه در واقع نیمی از وجودش از سمت توران زمین بوده، جایی که ما اونو دشمن میبینیم و این خرد ایرانی رو نشون میده که ما نمیان یک نفر رو تماما خوب جلوه بدیم و بگیم که خب هم عنصر وجودیش خوب بوده هم همیشه بدون اشتباه بوده. نه، ما اون داد رو بر روی یک عملکرد خاص در یک زمان خاص قرار میدادیم و آگاه از این بودیم که در واقع بی‌عدالتی همون نبودن داد در یک زمان هستش و تاریکی نبود روشنی هستش و زمانی که به این شکل میان و آفرینش رو توضیح میدیم میبینیم که همون اهورامزدا و اهریمن که به وجود میان در واقع با این که شاید خواست جهان این بوده که اهورامزدا سروری جهان رو بگیره، ولی چنین اتفاق نمیفته، بلکه روند خودش روند عادلانه ای که از پیش گفته شده بود هر کس زودتر به دنیا بیاد اون سروری جهان رو میگیره باید طی میشده و اهریمن بر جهان حاکم میشده. زمانی که برای نبرد با آفرینش اهریمن انسان ها میخوان بیان، اهورامزدا با روان و فراوهر مردمان مشورت میکنه و از اونها میپرسه که آیا شما حاضر هستید که به شکل مادی در جهان آفریده بشین و بعد مبارزه بکنید یا نه، و اونها هستن که رضایت میدن به این عمل و بعد این در شکل نهایی خودش در واقع سروری رو به بورمزد میده و از این روز که وقتی که انسان آفریده میشه به این شکل نیستش که امروز گفته میشه انسان در واقع زن از دنده مرد آفریده شده باشه، نه، در باورهای ایرانی زن و مرد به صورت یکسان از یک شاخه گیاه پدید میاد و یکی با اندام زنانه و یکی با اندام مردانه و اینها درست همسان و فقط از دو جنس مخالف بودند. این نمودهای دادگری در ایران بوده. درسته. یک نکته دیگه هم بسیار مهمه اینجا اینو بدونیم، باوری که مبنای ارزشش خرد و خردورزی است
مترقی ترین و پویاترین باور جهانه، برای که نه به شما خرافات رو تزریق میکنه، نه مغزتون ازتون میگیره تعطیل میکنه، و بعدم چون شما دارید با خردتون میسنجید خوب و بد رو انتخاب کنید و آزادی گزینش هم دارید، همیشه شما این باور یا این آیین شما رو آپ تو دیت نگه میداره، بروز نگه میداره، برای اینکه شما در 1500 سال پیش یا در 2000 سال پیش بسته گیر نمیافتیم. به شما میگه خرد تو به کار، و خرد امروز بنا به پیشرفت امروز یه چیز هست در جهان، بنا به اکتشافات، اختراعات، پیشرفت علم، دانش و آگاهی که به دست میاد یک چیز رو تایید میکنه. فردا با تغییر جهان خرد شما، اگه شما خرد رو فقط به کار بری، فرمول از پیش تعیین شده رو نخواهی داشته باشی، شما بر اساس خرد در اون مقطع باز گزینش بهترینی رو بین درست و نادرست ها انجام میدنش. این باور یا نگاه زرتشتی ایرانی هیچ وقت قدیمی نمیشه، هیچ وقت شما رو در جا نگه نمیداره، و همیشه تا ابد و در، تا هر موقعی که این جهان برپاست، شما با خردت بهترین زندگی رو میکنی و خوشبختی در تمام جامعه تسری پیدا میکنه. هیچ باوری قابل پذیرفتن نیست مگر باوری که فقط به شما بگه اساسش خرده. با مغز خودتون باید این فکر و اندیشه رو داشته باشید و انتخابم آزادید که بکنید. سپاسگزارم از الیکا جان، خیلی خیلی جستار جالبی بود، امیدوارم هممیهنان به این نکات بسیار توجه کنن. ما اگر میایم درباره نگاه‌های ایرانی صحبت می‌کنیم، این الزاماً اصلا ربطی نداره به تبلیغ آیین زرتشت. ما آنچه که در آیین زرتشت هست و آنچه که در نگاه و باورهای این ملت در هزارها بوده رو داریم از نظر علمی و با سند و مدرک برای شما اینجا بیان می‌کنیم که نمودهاشو نشونتون بدیم، و بعد حالا باید خود این ملت راه ادامه زندگیشو پیدا بکنی که آیا میخواین در کشور دادگستری زندگی کنید، آیا میخواین بهترین ها رو در زندگیتون داشته باشین، شایسته چه هستید، میخواین در بهترین کشورهای دنیا برای خودتون ایران اونجوری بسازید، یا میخواین که در این جهل و سیاهی و تاریکی بمونید. یک نکته دیگه هم این که ما ملتی بودیم که میگفتیم هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. این خودش بنیادی ترین نشان دهنده داد در یک جامعه است که اگر شما برای خود چیزی رو نمیپسندی، کار بدی هم در حق دیگران نمیکنی. سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه ها رو حتما بینندگانی که میبینید حمایت مالی بکنید و بذارید که این برنامه ها ادامه پیدا کنه، اگر که فکر میکنید که ارزش داره که فرزندان شما هم اینها رو ببینن و بشنون. خدا نگهدار تا برنامه آینده. خدا نگهدار.